Doriet. خب بسم الله الرحمن الرحیم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این جلسه برای معرفی رشته عمران و محیط زیسته. امیدوارم که این جلسه خوبی باشه، چون من خودم الان یه جلسه دیگه اومدم ذهنم یکم، ببخشید اگر کلن یکم شلوغ پلوغ حرف زدم، ببخشید، ولی امیدوارم که آروم آروم به یک نقطه برسه که من بتونم آرامش بیشتری داشته باشم و ذهنم منظم تر شه. فقط من از آقای مجلسی میخواستم خواهش کنم که آیا امکانش هستش که یک کسی، حالا خودتون یا یک کس دیگه بیاد و یکم من اینتراکشن، تعامل این جلسه رو یکم بیشتر داشته باشم، چون الان یکم سختم، هیچ کس نیست. میدونم هستن، منظورم اینتراکشنه، تعامل یه کسی، من تصویر یه کسی رو بدم تایید کنه، بگه نه اشتباه گفتی، درست گفتی. باشه، خب شروع میکنم. ببینید بچه ها، کلن من اگر بخوام راجع به رشته عمران کلی صحبت کنم، اول یه سری عکس ببینیم با هم دیگه. ممکنه یه عده به نظرشون مثلا یه سری ساختمون های بلند برسه، مثل حالا برج ها یا حالا چیزای عجیب غریبی که حالا کشور مختلف ما دیدیم، یا تو همون تا همین تهران خودمون برج میلاد، ممکنه یه همچین چیزی مثلا همچین سازه هایی به ذهنمون برسه. ممکنه نه، یکم پیشرفته تر سازی مثل پول که حالا یه رو قطار هم داره عروش رد میشه به ذهنمون برسه. ممکنه یه سری سازه های پیشرفته تر مثل سد که یه حجم بسیار عجیب و غریب و عظیم آب پشت اون سده مثلا قرار گرفته و این سده اون آب رو داره نگه میداره، ممکنه این بیاد به ذهنمون. یا سازه های مثل راه که روی حالا یه بخش میتونه دوتا جزیره رو با هم وصل کنه و توی دریا ساخته شده، راه‌های این شکلی، حالا سازه‌های این مدلی که حالا یک سری حالا شکل به قولی ساختگی داره، با فتوشاپ درست شده، اما واقعا یک سری شبیه به این سازه‌های توی یک سری کشورها ما می‌بینیم. یا اینکه یک چیزهایی مثل اسکله یا سکوی نفتی تو دریا. میبینید تا اینجا هرچی گفتیم بیشتر سازه بود. یا کانال های آب که کمک میکنه به مدیریت آب تو هر کشور، یا اینکه باز میبینید خودم هم تو کشور هلند کانال های آب بسیار زیادی وجود داره که اینا میتونن آب های سطحیشون رو بهتر مدیریت کنن، یا یک سری تونل ها، گود برداری ها، سازه هایی که تو دل کوهستان ساخته میشه. اینجا باز میبینید یه گود برداری بسیار عجیب غریب. یا اینکه بحث شهرسازی، یک سری وجه های مدیریتی رشته عمران هست که آقا من چجوری مثلا این شهر رو بسازم که از تمام جوانب شهر خوبی باشه واسه مردم، مثلا دسترسی ها خوب باشه، تو ساعت شلوغی شهر زیاد شلوغ نشه در این حال که جمعیت بسیار زیادی دارن جابجا میشن بین نقاط مختلف شهر، اما شهر من همچنان شلوغ به نظر نیاد با اینکه جمعیت زیادی داره. بحث تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و بحثایی که همین الان هم تو کشورمون میدونی که خیلی بخش خوزستان باهاش درگیره، و حتی شما میتونید سر در بیارید از علوم جوی، کسی مثل من، یعنی شما میتونید از خیلی چیزایی که تو عمران خوندید، از سازه و خاک و گوت برداری و راه و
مدیریت شهری و همه اینها، بحث آب و فاضلاب و اینا سر در بیاره از جایی که الان من هستم، که در واقع علوم جوی من و روی علوم جبری میخونم و روی ابرها دارم کار میکنم. و حتی این سازه هایی که تو فیلم ها دیدیم ولی داره به در واقع انجام شدن و در واقع شروع شدن این پروژه داره در واقع به انجام شدن و به تموم شدن نزدیک میشه، بحث راه آهن، سازه های راه آهن. ببینه همین عکسایی که من نشون دادم هدفم چی بود؟ هدفم این بود که بهتون نشون بدم که آقا رشته عمران صرفا اون چیزی نیستش که مثلا ما راجبش فکر میکنیم. میدونید میتونم ادعا کنم که رشته عمران یکی از یا شاید با علم ناقص من از نظر من وسیع ترین و متنوع ترین رشتهیه که به نظر من وجود داره. یعنی توی ایران شما هر رشته مهندسی برید به نظر من اندازه عمران دستتون باز نیست که بعداً ادامه بدید. شما وقتی وارد لیسانس میشید مثل خب همه رشته، مثل رشته مکانیک، مثل رشته کامپیوتر، مثل رشته هوافضا، مثل رشته خیلی رشته‌های مختلف، شما تو لیسانس مثلا تو عمران میخونید، شروع نمیکنید یک گرایش خاص بخونید، مثلا شما شروع نمیکنید سازه بخونید، شما شروع نمیکنید مدیریت ساخت بخونید، شما عمران میخونید، با درسای پایه شروع میکنید، بعد مثل همه مهندسی ها سال اول ریاضی 1 ریاضی 2 مدل دیفرانسیل اینجور درس ها رو دارید، سال دوم یکم تخصصی میشه، باز تخصصیاتون اسمشون خیلی هاشون شبیه همون تخصصیه که مثلا بچه ها تو مکانیک میخونن، همه درس ها به غیر از مثلا شاید یکی دوتا درس. از سال سوم شما تخصصی های واقعا تخصصیتون شروع میشه که اسم این درس ها رو آروم آروم بیشتر حالا توی در واقع درساتون میبینید، مثلا طراحی سازه های فولادی، طراحی سازه های بتونی، مهندسی زلزله، مهندسی پیسازی و چیزهای مشابه. ولی باز میگم من ادعایی که دارم اینه که بعید میدونم رشته مهندسی باشه که اندازه رشته مهندسی عمران تنوع داشته باشه و عکسایی که من آوردم نشون دادم در واقع هدفش این بود که بگه بچه ها رشته مهندسی عمران خیلی تنوعش زیاده و بسیار فراتر از اون چیزی که واقعا ما فکر میکنیم و حتی من که الانم دارم فکر میکنم، منم که الان دارم میام بازم نمیدونم چقدر این رشته تنوع داره، انقدر تنوع داره. یعنی هر کدوم از این گرایش‌ها که الان شما توی این صفحه میبینید که تازه بخشیشه و یه بخش دوم دیگه هم داره، هر کدوم باز یه سری چیزای خیلی متنوع داره. مثلا همین راهنی که شما میبینید الان تو همین دانشگاه من، دانشگاه دلف و یه سری دانشگاه دیگه تو اروپا تخصص خیلی ریز شدن، نه رو بخش سازه های راه آهن، بلکه رو بخش مدیریت راه آهن، تایم منیجمنت، پلنینگ و خیلی وسیعه، خیلی وسیعه و اینقدر پرکاربرده، اینقدر مهمه و میلیون ها دلار، میلیارد ها یورو داره پروژه های عمرانی تو همین الان تو اروپا تو اسکیل بسیار بزرگ داره انجام میشه و من باز میگم بعید میدونم که روی چیزی روی پروژه های غیر عمرانی انقدر. یعنی فکر میکنم همه قاره ها تو دنیا الان همچنان دارن پروژه های عمرانیشون به نظر من بیشترین بودجه رو داره و بیشترین توجه بهش هست، چون همچنان بشر داره تقلا میکنه که بهتر زندگی کنه و اون چیزهایی که میخواد بهتر زندگی کنه یک سری چیزهای وسیع هستن، تو اسکیل بزرگ هستن. مثلا شما تو مکانیک میرید مثلا خودرو، موتور خودرو طراحی میکنید، اما تو عمران شما راه طراحی میکنید، شما سد طراحی میکنید. میبینید میتونه من حالا تو ادامه بس بیشتر راجع به این تفاوت‌ها صحبت میکنم که شما تو مهندسی عمران تو چه اسکیلی میتونید برسید و تو چه اسکیلی میتونید صحبت کنید. من خیلی خلاصه
هر کدوم از اینا رو شروع میکنم یه صحبتی میکنم راجع بهش. قطعا سازه اولین چیزی که تو مهندسی عمران شما میبینید و باش آشنا میشید، تو بخش دیستانس هم بسیار از سازه حجم و غلظت درس سازه تو همه جای دنیا تو مهندسی عمران تو بخش دیستانس خیلی زیاده. مهندسی سازه ببین خیلی سعی میکنم که بریز نشم، اون چیزی که واقعا به دردتون میخوره رو میگم. مهندسی سازه شما هر سازه که میبینید طراحیش میکنید و مهندس چیکار میخواد کنه؟ مهندس میخواد بهینه سازی کنه. آقا من واسه اینکه این سازه رو، این ساختمون رو مثلا میخوام بسازم، چند تا ستون میخوام، خصوصیات هندسی و البته متریال سازه من چی باید باشه، مثلا باید فولادی باشه یا بتونی باشه، کجا بتونی باشه کجا فولادی باشه، و حالا اگه فولادیه چجوری اینو من بسازم، از ریزترین اتفاقا اتصالات بگیری تا اینکه مثلا باید گود برداری کنم و یه اتفاقی بین حالا سازه و خاکی که بستری که سازه روش قرار میگیره میفته، یه اتفاق بین اتصالات سازه میفته. همینطور مثلا تو این شکل میبینی، تو این شکل میبینی یه جایی قرمزه، یعنی چی؟ مثلا تنش یا نیرو یا فشار تو اون قسمت ها بیشتره، پس من بعد اونجاها رو قوی تر کنم. و میتونه از ساختمون که خیلی سازه ساده شروعشه تا برسه به سازه خیلی پیچیده تر مثل سمت راست میبینی که حتی شکل معماری عجیب غریبی میگیره، و سازهایی مثل پول که میبینید اینجا و با کابل مثلا یه سرچون نگه داشته شدن، میبینید متریال دیگه مثل کابل میاد وسط، پولای معلق میاد وسط، اینا می یکم پیچیده تر میشه تو سازه و جالب تر میشه. سه بچه ها خیلی دوستش دارن، اصلا اکثر بچه ها که میرن مهندسی اون رو ما میرفتیم تو ذهنمون سازه بود. بخش زلزله هم خیلی شبیه اون قضیه است، وقتی خب بالاخره شما جایی که زلزله دارید ارتعاشات زیادی تو سازه رخ میده، این اصلا یک آنالیز های دیگه ای داره و خب پیچیده تر میشه از جهت ریاضیات و طراحی. اینجا باز میدین یه مدل دیگه، عکس یه مدل دیگه سازه ها آوردم واسه تون، مثلا سازه های شیشه ای، اصلا طراحی اینا چجوری. خب اینا خیلی واقعا جذاب، اگر به خصوص کسی علاقه داشته باشه اینا دیگه میرسه تو بخش مثلا کارشناسی ارشد یا دکترا، شما ممکنه با این سازه ها بر بخورید، به این سازه ها بر بخورید که چجوری مثلا سازه شیشه ای رو چجوری طراحی میکنن، سازه چوبی رو چجوری طراحی میکنن، همه درس داره تخصص داره. یه برنچ، یه شاخه دیگه مهندسی خاک، پی و ژئوتکنیک که یه اشاره کوتاه کردم، این هم شما هر سازه‌ای می‌سازید بالاخره یک اندرکنشی با بستر زیرش داره، مثلا پل، حتی شما پل تو دریا می‌سازید بالاخره اون پل، اون سازه شما یه جای وصل میشه دیگه به سطح زمین. خب تو مثلا سکو نفتی قشنگ مستقیم وصل میشه به کف دریا. و اینو من چجوری باید پایدار نگه دارم که این سازه من مثلا تو زلزله بتونه اندرکنش خوبی با سازه زیر زمین داشته باشه، و خب این مرتبط میشه به مهندسی خاک، پی و ژئوتکنیک. بحث مهندسی سازه هیدرولیکیه. آقا هر گونه سازه که توش آب میاد وسط و آب توش جریان پیدا میکنه، مثلا صدر هم آب رو نگه میداره، بله، ولی از یک جایی شروع میکنه جریان پیدا کردن. شما همش نمیتونید کل آب رو همیشه پشت صدر نگه دارید، که یه وقتایی نیاز به جریان دارید. یا کانال ها آب جریان پیدا میکنه توش، یا این چیزی که میبینید، حالا یه سری یه اسمایی داره بهش میگن، حالا کالورت، و میتونه تو این اسکیل باشه، تو سازه هایی که معمولاً بهش میگن اینفراستراکچر، این زیر ساخت هایی که شما زیر سطح شهر نیاز دارید، میدونید تو این اسکیل ممکنه شما یه چیز اینقدر داره جد میشید فکر میکنید هم چیزی نیست، اما مثلا ممکنه 10 برابر مثلا قد شما باشه عمق اون، و اینا معمولا مثلا کمک میکنه در مدیریت سیل تو شهر، به خصوص که آقا وقتی سیل میاد آب رو زمین جمع نشه، بیاد ما اینو جمع کنیم و البته از دستش هم ندیم، بتونیم مدیریتش کنیم، مثلا آب وارد فاضلاب نشه. آب بارون آبیه که مثلا خیلی به درد کشاورزی میخوره، من میتونم اینو جمع کنم و در مصارف مثلا مناسبتر استفاده کنم، یا نه اگر مثلا تو منطقه هستم که هوا خیلی آلوده نیست، مثلا جمعش کنم و تصفیهش کنم، یا نه
تو مصارف بهتر استفادهش کنم. خب ولی خب اکثرا مهندسی سازهای هیدرولیکی رو با مهندسی سد میشناسن و البته الان تو دنیا مثلا به خصوص کشور هلند سدهای متحرک داره که خب باز پلنینگ یا برنامه‌ریزی این سدها، اینکه این سدها کی باز شه، آلارم خطرش کی باشه، بهش میگن حالا هشدار، درجه هشدار کیه، چه موقعی من باید این سد رو باز کنم که این سد باز شه، بعد چه موقعی ببندم که اون حجمی که وا کردم منجر به سیل نشه. میدونید همه اینا در هم تنیده است. یعنی مثلا من نمیتونم بگم مهندس سازه هیدرولیکی نباید چیزی از مثلا مدیریت هشدار بدونه، که حالا مدیریت هشدار یا ریسک بحثیه که میشه گفت تمام رشته مهندسی عمران میتونه باشه، حتی واسه زلزله. مهندس سازه هیدرولیکی حتی میتونه بحث انتقال حالا مثلا نفت از جنوب غرب کشور و مرکز کشور هم باشه، که مثلا پروژه پارس جنوبی همچین کار میکنه که از جاهایی که مثلا نفت ما داریم توی مسیرهای خیلی بلند تو لوله ها مثلا نفت رو یا حتی ما آب رو مثلا جابجا میکنیم از یک نقطه، از یک منبعی به یک جاهایی که میخوایم آقا انتشارش بدیم. بحث سازه دریایی سواحل بناداری که خب راجعش صحبت کردم، این هم جزء سازه است و بسیار جالب و عظیم الجسم هستن، خیلی به چشم میان سازه ها. و حتی ناو جنگی این هم سازه دریایی و بسیار هم پیچیده است، به خصوص میدونی اینجا یک سری کابل هایی هست، با یک سری کابل هایی که با یک سری تفنگ های این کابل ها شلیک میشه به سمت کف دریا، واسه اینکه به صورت هوشمند پایداری مثلا این سازه را بتونن موقعی که دریا تلاطم ایجاد میشه توش مدیریت کنن دوباره پایداری اون سازه رو. بعض مهندسی راهه، آقا مثلا شما چه خمی باید طراحی کنی، وقتی یه نقطه به یه نقطه میری چقدر خم نیاز داری، چقدر گود برداری نیاز داری، چقدر خاک ریزی یا خاک برداری نیاز داری، خاکریزی خاک برداری چجوری به اپتیموم ترین حالت ممکن برسونی، اینا چیزایی که به مهندسی راه مربوط میشه و البته به اینجا ختم نمیشه، بلکه به رو سازی و زیر سازی و بستر سازی هم ربط پیدا میکنه. مثلا چجوری اینکه آقا من میخوام طرح اقتدادات آسفالت بدم برای یه جایی، نمیتونه همینج، مثلا هواپیما اگه رو خاک فرود بیاد ممکنه 20 متر بکنه زمینو بره تو و اصلا نتونه فرود بیاد، یعنی منجر به انفجار هواپیما باشه. من چه بستری و چه روسازی باید انجام بدم که هواپیمایی که مثلا میاد به اون شدت در واقع میخواد فرود بیاد رو زمین، با توجه به فاکتورهای بسیار زیاد مثل مثلا سرعت هواپیما، مثل دمای اصطکاک بین چرخ هواپیما و بستر یا همون آسفالت، با توجه به تمام این فاکتورها من باید چه آسفالتی، چه طرح اختلاطی ارائه بدم که مثلا آسفالت جمع نشه. اگه آسفالت خیابون تو آسفالت فرودگاه باشه، باز همون صنایع وحشتناک رخ میده، ممکن چرخ هواپیما کنده شه و همه مسافرها جونشون از دست بدن. مهندس راهن طراحی تمام سازهایی که تو شکل میبینید به غیر از البته خود قطار، از ریسترین اتفاقات از بستر سازیش بگیری تا خود ریلا تا اینکه پلنینگ این راهن چی باشه، آقا تو چه زمانی من قطارها رو با چه سرعتی حرکت بدم تو کل شهر، بعد حساب کنید شما نقشه راهن مثلا پاریس رو در نظر بگیرید، کلی قطار همه از یه ساعتی شروع میکنن، یه سریش 24 ساعت است، اینا چجوری حرکت کنن، من چجوری، من با تمام داده‌هایی که دارم آیا جمعیت رو شناختم، این فلو جمعیت رو میدونم که معمولا تو این ساعت از کدوم شهر به کدوم شهر میرن و معمولا کجاها مشکل ایجاد میشه و من میخوام کجاها رو زودتر به کجاها وصل کنم و چجوری میتونم اینو اپتیمایز کنم، بهینه کنم. و این دیگه یه بهینه سازی ساده نیست که شما تو کتاب مثلا حسابان خوندید، خب آیا یه تابه دارم، یه ایکس داره، حالا یه اف ایکسی من میخوام اف ایکس رو مثلا بهینه کنم یا مینیموم کنم یا
به ماکسیموم ترین حالت ممکن برسم. این نه، این یه نتورک، یک شبکه است، یک گراف پر از اتفاقات و گرافیه که یک فلوی هم توش داره ایجاد میشه. من اینو چجوری آپتیمایز میتونم کنم؟ این تقریبا هیچ چیزی ازش رو دیسناس نمیبینید، ولی گرایش ارشد هستش و بسیار هم داغ بحثش این روز داغ خواهد بود. این چیزی که گفتم حالا شبیهش نواس قطار میتونه واسه تمام اتفاقات ترافیکی تو سطح شهر اتفاق بیفته و بهش میگن مهندسی ترافیک و باز مدیریت اون اصلا چراغ قرمز کی روشن شه کی خاموش. اصلا یه سری جاها دیدید چراغ قرمز واسه ترافیک بیشتر میشه، اصلا من کجا باید چراغ قرمز بذارم، کجا نباید بذارم، کجا چراغ قرمز به درد میخوره، کجا به درد نمیخوره، فقط چراغ قرمزی، کجا خروجی بزنم، کجا خروجی نزنم، اصلا راهام رو چجوری تو شهر ایجاد کنم. و این یکم شبیه میشه بحث مهندسی شهرسازی. میبینید مدل شهرها مثلا با هم فرق داره. یه سری شهرها بلوکیه، یه سری شهرها یک سری شهرها شعاعی هستند، اینجوری پخش میشن، یه مرکزی داره شهر اینجوری پخش میشن. مثلا شما راههایی که تو این شهر ایجاد میکنی خیلی فرق داره خب با راهایی که تو این شهر ایجاد میکنی. خب اصلا این شهر چه نوع شهری میتونه بلوکی باشه، چه نوع شهری میتونه شعاعی باشه؟ الان شما فکر کنید مثلا تهران چجوری ساختن. تهران هیچ کدوم این دوتا نیست، یه چیز میکس عجیب غریبیه. یعنی ما اگه بخوایم تهران مثلا ترافیک تهران رو درست کنیم با قشنگ دوباره خرابش کنیم دوباره بسازیمش، خب اینقدر به قولی پیچیده است. چرا؟ چون از اول با برنامه ساخته نشده. و حالا راجع به حالا کیس های خاص مثل تهران خیلی میشه صحبت کرد. و البته من میگم متخصص هیچ کدوم این چیزایی که تا الان گفتم نیستم، من صرفا در حد یک دانشجوی ساده لیسانس اطلاع دارم راجع به این گرایش. گفتم عمران خیلی گرایش زیاد داره، منم نه نمیشه گفت پاریس با برنامه ساخته شده، پاریس با برنامه ساخته شده و تهران هم مثل این قرار بوده شبیه پاریس باشه، ولی خب حالا بحث داره. بحث مدیریت ساخت، مدیریت ساخت هم یکی از گرایش خیلی پرطرفداره تو تمام دنیا، حالا تو ایران هم همینطور. شما واسه اینکه مدیریت ساخت بخواید بخونید دانشگاه تهران باید رتبتون زیر فکر کنم 15 10 یا 20 باشه، تو ارشد زیر 10 حتی فکر کنم. خیلی میگم خیلی طرفدار داره. و این باز ببین بچه الان اگه دقت کنید تو تمام این چیزایی که من گفتم یه چیزی رو خیلی اشاره کردم، بحث تایم پلنینگ یا تایم منیجمنت، برنامه ریزی. تو قطارا اونجوری، حالا تو ساختم اینجوری که آقا ببین خیلی جالب، مثلا فرض کنید شما یه پروژه خیلی بزرگ دارید، شما میشید مدیر ساخت، تو تیم مدیریت ساخت اون پروژه قرار میگیرید، شما چی کار میکنید؟ از اینکه سازه، الان خیلی فکر کنم خیلی از شما فکر میکنه خب چیزی نیستش، مثلا میگیم سازه رو شروع کنید اینجا این موقع شروع کنید ساختن، مثلا تا یک ماه بعد طبقه اول، دو ماه بعد طبقه دوم، سه ماه بعد طبقه سوم. نه، این خیلی چیز کلیه. خب از تک تک اتفاقاتی که تو سازه میخواد رخ بده، یک دو پیش بینی تو پروژه بزرگ تو پیش بینی میکنی به عنوان مدیر ساخت کی پروژه تموم شه، یک دو فازبندی میکنی با مثلا گانت چارت، یکی از ساده ترین فازبندی است که ممکنه شما هم تو برنامه‌ریزی درسیتون انجام داده باشید. سه، چه متریالی میخواد اون سازه و واسه اون متریال ها تک تک از کجا باید بیاد، کی باید بیاد، با چه کیفیتی باید بیاد و قیمتش چیه و برآورده هزینه کنید. خیلی پیچیده است اینجور چیزا. و حالا مثلا فرض کنید تو پروژه بزرگ میخوام ببینم به چه دیتیلی میرسه، این خیلی جالبه. مثلا یه سری پروژه بزرگ خیلی کامیون دارن. خب من مثلا پیپرها دیدم و پروژه دیدم و مستنده دیدم راجع به اینکه این کامیونا رو چجوری، مثلا شاید تعجب کنید چند میلیون یورو هزینه شده طی سالیان دراز که این تراک ها کامیونا وقتی میخوان بیان اولا چه سایزی داشته باشن و تو چه زمان بندی بیان که پروژه در اپتیموم ترین حالت ممکن تمام شه. و این چند میلیون یورویی که خرج میشه چند صد میلیون یوروهای دیگر رو داره سیف میکنه. فکر نکن اینا بیکارن نشستن مثلا میگه خب حالا چیکار کنیم این کامیونا زودتر بیان برن، نه از زمان
این هم اپتیمایزیشنه و میتونه میلیون ها یورو، میلیارد ها یورو رو در واقع سیو کنه. خب راجع به قطار هم همینطور، هدف فقط زمان نیست، هدف فقط زمان نیست. تو شهر وقتی میگیم ترافیک کنترل شد، باز هدف فقط زمان آدما نیست، هدف اصلا آقا تو شهر تو ماشین داریم، یه چیز کوچیکی چون ماشین داریم، ماشینا وقتی زیاد بمونن آلوده تر میشه. این همه اینا به هم وصله. گرایشه حالا رشی عمران بخش دوم. بخش دوم بخشی که این روزا باز خیلی تو کشور ما باهاش ما درگیریم، بحث مدیریت منابع، بحث مهندسی آب، فاضلا و جمع‌آوری وارسته، یا اینکه مهندسی محیط زیست. ببینیم حالا اینا چیه، اینا یه وجه دیگه ایه اصلا از مهندسی عمران. ببینید الان همه به نظر اهمیت آب رو فهمیدیم. بچه آب مایه حیاته، همه میدونیم. اینکه آب مایه حیاته و الان همه شاید بگید مثلا این چقدر بیمزده است، داره چرت و پرت میگه، خب آب مایه حیاته دیگه. ولی نه، آب مایه حیاته یعنی که برید هر جا میخواد سرچ کنید ببینید اینو. من یادم اصلا تو دانشگاه تهران میگفت آب تنها موضوعیه که قطع شدنش برای یک یا دو روز متوالی تو بعضی جاها تا ماکسیموم 3-4 روز متوالی اگر قطع بشه در تمام کشورهای دنیا بدون توجه به هر گونه مسئله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اصلا میخواد تو جایی باشه که همه آدم روزی 1 میلیون یورو درآمد دارن، تو اونجا هم آب اگر قطع شه تا 3-4 روز تا 5 روز آب تنها عاملیه که بدون توجه به هر گونه مسئله منجر به شورش میشه و میرسه در حد بحث امنیت ملی. میخوام بگم بحث آب اینقدر مهمه، یعنی اگر شما بدونید که مدیریت آب چقدر مهمه، اینکه خیلی از ورشکستگی ها، خیلی از بدترین اتفاقا واسه کشورها، خیلی از حالا اینکه الان میگه شورش شده توی کشور، مثلا کشور سوریه، مهمترین دلیل ورشکستگی اقتصادیش بحث آب و خشکسالی بوده. اینکه شورشایی که تو سوریه اتفاق افتاد، اینکه میدونید میخوام بگم موضوع مدیریت منابع میرسه تنه میزنه به بحث امنیت ملی. از شما فکر کنید چه موضوعی میتونه اینقدر سریع بدون هیچ چیز عقبه‌ای، بدون هیچ همبستگی با هر گونه چیزهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اصلا همه رو بذارید کنار، آقا تو بهترین کشور دنیا آب 3-4 روز قطع همه می‌ریزن بیرون. خب خانم اینقدر این موضوع اهمیت داره و بشر آروم آروم رسید به اینکه بابا مثل که مهندسی فقط این نیستش که آقا من همه چیزو اپتیمایز کنم، فقط پول رو اپتیمایز کنم. تا الان من تو همه این چیزا که حرف زدم پول اپتیمایز می‌شد و زمان، خب هزینه و زمان اپتیمایز می‌شد، بهینه می‌شد. رسیدن به اینجا که فهمیدن که بابا اول ما باید باشیم، خودمون باید باشیم، آدمای 50 سال بعد، آدم 100 سال بعد باید باشن تا حالا بخوان یه چیزی اپتیمایز کنیم. پس یه سری مثلا شرکت‌های خیلی معروف از بحث مهندسی محیط‌زیستی اصلا اومد وسط و معاهده های معروف محیط زیستی اومد و رسید در حد رؤسای جمهور کشورهای مختلف، رسید در حد سیاست گذاری های در اسکیل یک کشور، نه در اسکیل یک قاره، نه در حد معاهده پاریس که در اسکیل کره زمینه. خب از چیزهای خیلی در اسکیل کوچیک مثل مدیریت منابع برای مدیریت سیل شروع میشه که مثلا با یک سری آنالیز های آماری که حالا من دیتیل حالا فقط شکل نمودارش رو بردم که شما صرفا یه ایده داشته باشید راجبش. با یه سری کار آماری شما میتونید حدس بزنید که آقا پردیکت کنید، پیش بینی کنید که آقا قراره تو این منطقه این سیل بیاد، مثلا سیل آقاله، آقا با توجه به گرمایش جهانی مناطق گرم گرمتر میشه، مناطق سرد سردتر میشه، مناطق خشک خشکتر میشه، مناطق مرطوب مرطوبتر میشه. پس طبیعیه که مثلا تو 5 سال گذشته تو آمریکا
سیل هایی که تو آمریکا تو 5 سال گذشته اومده رکورد سیل ها رو تو 100 سال گذشته شکسته. چرا؟ میگن احتمالا این با گرمایش جهانی همبستگی بالا داره. بحث مدیریت منابع هم همین هست. سیل آقالا تو ایران چه سیل هایی اومد چند سال گذشته؟ من دیده بودم یکی از دانشگاه زنجان، یکی از بچه ها یا تبریز بوده، پروژه کارشناسی ارشدش منطقه آقالا بوده. خب اگه یادتونه که تو گلستان چه سیل عجیبی اومد و چقدر کشته داد و چقدر خرابی به بار آورد. این عزیز تو پروژه کارشناسی ارشدش پیش بینی کرده بوده و این قضیه رو میرسونن به دولت. و من میدونم که یکی از معاونای وزیر اومده بوده تو اون پروژه و گفته بودن که آقا ببینید داریم هشدار میدیم که این منطقه مثلا سیلی میخواد بیاد که مثلا 10 برابر 20 برابر سیلای قبلی که اومده. این میخندم یه با چی میگید چرت و پرت میگید، ولی هر سیلی دوره بازگشت داره، ممکنه 500 سال یه بار بیاد ولی میاد. خب ما بعد چجوری مدیریت کنیم اونجا رو؟ آقا شیراز اصلا کی سیل ما کی یادشه؟ پدر بزرگ ما هم یادش نمونه که سیل بیاد، ولی چی شد یه دفعه سیل اومد این همه کشته داد؟ سیستان، بلوچستان، خوزستان و تمام جاهای دنیا چجوری مدیریت کردن؟ اینکه مثلا هلند میگن آقا the leader comes to in water management، یعنی چی؟ اینا کلی کانال دار، اینا کشورشون چند متر زیر سطح آبای آزاده، یعنی اگه اینا کلی سد و کانال نداشتن کشور الان زیر آب بود. یعنی من تو خیابون را میرم آب بعد 5 متر بالای سر من بود. خب و آب مجازی 5 متر بالای سر من هست، ولی اینا مدیریت درست کردن و یک تاریخچه عجیب غریب دارستن، یک کارهایی کردن همون 100 سال گذشته که هنوز ما بلد نیستیم. من الان فکر میکنم مثلا چی کار کردن. مشکل های مجلسی که دیگه من فکر کنم الان بهش آگاه هستید، طالب گاوخونی خوش شده، قبلا این شکلی بوده، حیات جریان داشته، الان نیست. بحث مهندسی آب، فاضلاب و جمعی آب سرکن دقیقا تنه میزنه و همین موضوع. اینا خیلی به هم دهن تنیده هستن. اینکه شما یه قطعه آب از دست ندید، آب رو درست تصفیه کنید و بهش میگن closing the water cycle. یعنی هر چقدر من اینو جمع جورتر کنم چرخه آب و آب کمتر از دست بدم، نذارم آبم کثیف بشه. خب چند مدل آب داریم، مثلا میگن که بلو واتر داریم، گری واتر داریم، یلو واتر داریم، خب یا بلک واتر داریم، خب یا براون واتر داریم. اینا قطعا الان شما یه حسی دارید به همه رنگا که الان گفتم. اینکه ما سعی کنیم همین رو هم نزدیک نگاه نذاریم، آب تا اونجا که میشه بلک بشه، نذاریم آب مثلا یک ذره‌ش هم از دست بدیم. همه اینا تو اینجا کار میکنه که البته میدونید مثلا مهندسی شیمی هم گرایش مهندسی آب فاضلاب داره، اونا تو بحث مثلا بیشتر کار شیمیایی انجام میدن. عمرانی بیشتر میرن یه سری تو این فضا، عمرانی مثلا بیشتر میرن تو اینکه شبکه آبرسانی رو چجوری طراحی کنن، شبکه جمع‌آوری فاضلاب رو چجوری طراحی کنن. ما نرم افزارهای داریم، مثلا من تو عمران پروژه آب فاضلاب داشتم، واتر جیمز، سوئر جیمز، اینا طراحی مثلا یه شهر بود، نقطه گذاری میکنی کجا لوله باشه. و حالا اسکیل پیشرفته تر تو هلند چی کار میکنن؟ سنسور میزنن که آقا یه جای اگر نشکست سریع میرن اونجا رو درست میکنن، اگه یه جای آلودگی اومد با اون سنسور رو میفهمن سریع میرن میکنن، میفهمن یه چشمه به کدوم چشمه وصله. خب اگر یه جای منبع آلودگی هست سریع اون رو شناسایی میکنن. اینا بهش میگن ریموت سنسینگ. اینا چیزایی که دیگه یکم پیشرفته تر تو بحث مدیریت منابع. و بحث محیط زیست بخوام یه مثال بزنم که مثلا تو چه فضایی حرکت میکنه محیط زیست. یه بهش میگن مهندسی اقلیم یا حالا کلایمت انجینیرینگ، این هست انوایرمنتال انجینیرینگ، اینا خیلی شبیه همن. مثلا بخوام یه مثال بزنم بهتون، آقا ما انقلاب صنعتی بود، ما که میگیم این کل انسان‌های روی کره زمین از چندین سال قبل شروع کردیم صنعتی شدیم کلی چه نمیشه فسیل فول کامباسشن، کلی سوختای فسیلی سوزوندیم. این سوختای فسیلی چیکار کرده؟ CO2 تولید کرده. CO2 همه میدونید گاز گلخونه ایه. گاز گلخونه یعنی چی؟ یعنی نور خورشید شورت ویو رادییشن، طول موج کوتاه، همه چی رد میشه میاد پایین، به غیر از ابرا که البته اون بالا نگه میدارن و اگر ابر باشه باعث میشه برگرد.
ولی یه بخشش میاد پایین. این بخش که میاد پایین زمین جذب میکنه، حالا اگر یخ باشه باز برمیگردونه، خب اگر باز یخ نباشه زمین جذب میکنه، هر چقدر تیره ترشه زمین بیشتر جذب میکنه. وقتی زمین جذب میکنه شب دیدید زمین خنک میکنه خودشو با طول موج بلند. وقتی این رادیشن، آی آر رادیشن یا اینفراد رادیشن یا هم مادون قرمز، این وقتی میاد بره بیرون، سی او تو حالا به خاطر یک سری ویژگی های پیوند، تو پیوند شیمیایی سی او تو یک سری ویژگی های هست، این باعث میشه که حالا گاز گلخونه دیگه میدونید ترپ بکنه، نگه داره، نذاره این گرما، این انرژی از زمین خارج، زمین گرمتر میشه. زمین گرمتر بشه آتیش سوزی میشه تو جنگلا، یخا آب میشه، آتیش سوزی میشه تو جنگلا، جنگلا سبزن، وقتی سبزن آتیش سوزی میشه تیره میشه، دوباره انرژی بیشتر جذب میشه، دوباره زمین گرمتر میشه. وقتی یخا آب شن، یخ وقتی یخا رو اقیانوسن، یخ سفیده، آلبیدو یا برگشت پذیریش خیلی زیاده، نمیذاره زمین، چرا اونجا سرده؟ چون اصلا نمیذاره اصلا انرژی جذب شه. وقتی یخ زمین گرمتر شد یخ آب میشن، یخ که آب شد زیرش اقیانوس تیره است یا زمین تیره است، تیره شد انرژی باز بیشتر جذب میشه، باز زمین گرمتر میشه، باز باعث میشه اینا فیدبک تشدید کنن همدیگه رو. خب و اینی که بهش میگن چینج امپلیفاینگ فیدبک لوپ، که همه اینا باعث میشه که زمین ما تیره تر شد، زمین ما گرمتر شد، این چیزی که تو گرمایش جهانی باهاش سر و کار داریم و رسیدیم به این آرا وضعیت شلمشولوری که تو کره زمین وجود داره. سر همین گفتن بابا بیام این زمین رو حفظ کنیم، نگهش داریم. اومدن کشورهای مختلف با هم جمع شدن، یک قراردادی به اسم قرارداد پاریس و چندین قرارداد مشابه دیگه رسید. ببین در حدی که تمام رؤسای جمهوری تمام کشورها دور هم جمع شدن، من فکر نمی‌کنم شما اصلا ایونتی ببینید غیر از ایونت سازمان ملل که حالا همه کشورها جمع میشن و رئیس جمهور بیانیه دارن، به غیر از اون که اون اصلا ایونت سیاسی خودش، همه جمع میشن که صحبت کنن. میخوام بگم غیر از یک ایونت سیاسی، یک جای تازه اونجا همه رئیس جمهور رو دیدید نیستن، یک ایونت من تو تمام تاریخ اسم ببرید که با تونسته باشه همه رؤسای جمهور همه کشورها رو یه جا دور هم جمع کنه. اینقدر ترسیدن خب و اینقدر این موضوع اهمیت داره و هنوز این موضوع داغه. از قرارداد پاریس بگیرید و قرارداد مونترال و سالانه قرارداد مختلف میاد، وجه های بسیار مختلف داره، از دیسیبلین های بسیار متفاوت واردش میشن. مهندسی محیط زیست یکیشه، مدیریت منابع یکیشه، علوم جوی که من میخونم یکیشه که شامل آلودگی هوا و انرژی های نو میشه. الان آلودگی هوا اومد وسط که آقا من چجوری بخش خیلی شبیه مکانیک سیالات که بچه هایی که مکانیک میخونن میشه و بچه هایی که هوا فضا مثلا میخونن و مثلا آقا من باید با چه سرعتی این دودکش باید تو چه ارتفاعی باشه، بعد با چه سرعتی من اینو شوت کنم به سمت بیرون که پایین نیاد و تو چه زمانی. چرا؟ چون تو روز، اگر تو شب اگر من شوت کنم، شب لایه وارونگی خیلی میاد پایین، اگر من تو شب شوت کنم این چون لایه وارونگی پایینه، اگر من زیر لایه وارونگی شوت کنم این اصلا نمیتونه بره بالا، لایه وارونگی نگهش میداره و باعث میشه شهر کثیف شه، آلودگی بسیار زیادی تو داره. ولی اگر من این دودکش رو تا یه جایی ببرم که بالاتر از لایه وارونگی باشه، مثلا بالاتر از 200 متر، معمولا 100-200 متر بسته به جایی که حالا هست باشه، این اصلا نمیاد پایین. چرا؟ چون گرمتر زیر سردتره، حالا به خاطر قوانین سیالات ذره گرمتر سبکتره و میره بالا، ولی ذره سرد حس کرده دیگه هوای سرد سنگین‌تره و میاد پایین. ولی اینو اگه من بالای لایه وارونگی بدم چون گرمتره میره بالا و اصلا پایین نمیاد. ولی خب برعکسش اگه انجام بدم خب خیلی خطرناک داره. این به اون مدیریت میپردازه و خب میدونی دیگه خیلی ریاضیات اینجا پیچیده میشه و خب من خودم به شخص خیلی علاقه مندم به این فضاها. تا اینکه اصلا بحث اینکه آها تو همه اون مدل‌های اقلیمی که الان دانشمندا محققا یه جوری باید این
سیاستمدارا رئیس‌های جمهور رو راضی کنن، دیگه یه سری فکت ها باید باشه. سه تا قسمت، یه قسمت سیاست گذاریه، کی باید بین ساینتیست ها محققین مثلا علوم جوی و محیط زیست باشه که یا مدیریت منابع، اینا مهندسن یا حالا محقق میشن دیگه، کی یه کسی باید بین اینا باشه تا اینا تا سیاست گذارا رو به مثلا محققین دانشمندا وصل کنه. این وسط کی میاد؟ آدمایی که علوم انسانی میخونن. مثلا الان تو هلند بسیار زیاد رشته‌ای هست در زمینه حقوق محیط زیست، سیاست گذاری محیط زیست، خب سیاست گذاری آب، مذاکرات، مثلا مذاکرات محیط زیستی، خب طرف اصلا میره رشته مثلا انوایرمنتال نگوشییشن، خب این باید بیاد حرف اینا که آقا اینا چیکار میکنن، آقا محقق چیکار میکنه، محقق پیپر مینویسه دیگه، پیپر مینویسه تو دانشگاه کارشو میکنه، سیاست مدار چی کار میکنه، همه میدونه چی کار میکنه، ولی داره تصمیم اون سیاست مداره میگیره. این وسط باید یه کسی باشه بره این پیپرها رو بخونه، حرف اینا رو به اینا منتقل کنه. این کار کیه؟ کار اون وکیل محیط زیسته، سیاست گذار محیط زیسته که میشه کی؟ مثلا میشه معاون آقای رئیس جمهور، مثلا میشه معاون مثلا وزیر صنعت و آب، مثلا حالا آب که خیلی کشورها وزیر داره، وزیر مثلا آب. توربین ها، حتی اینکه آقا توربین باید کجا باشه، مثلا تو بحث علوم جوی این هم میاد واسه، آقا توربین باید کجا باشه، تو در این بحث طراحی توربین کار مهندس مکانیکه، ولی اینکه توربین کجا باشه خب و در چه جهتی نصب شده و تو چه ارتفاعی نصب شده که من بیشترین انرژی بادو بگیرم، نیازمند طراحی صحیح سیال موجود در جو و پیشبینی صحیح اون سیال موجود در جو. این هوا که جریان پیدا میکنه آیا لب دریا این بیشتر هست، بعد تو چه جهتی هست، تو چه جهتی قالبه، یه سری موقع بعد این بعد پیشبینی کنی توربین رو بچرخونی یا توربین ارتفاعش عوض میشه که آقا بیشترین انرژی برق رو بگیره. و سلول های خورشیدی، اینکه آقا اینا کجا نصب، کجا رادییشن زیاده، کجا انرژی خورشید زیاده، یعنی کجاها، یعنی کجا ابر کمتره، من باید پیش بینی کنم ابرها کی تشکیل میشن، کیا زیادتر تشکیل میشن. حالا تو ایران خیلی بحثش کمتره، چون تو ایران ما ابر کمتر داریم به واسطه عرض جغرافیایی که کشورمون واقع شده، آفتاب ازش بیشتر داریم. اگه سلول خورشیدی ما تو یک قسمتی از دشت کویر سلول خورشیدی بذاریم، به خاطر اینکه اونجا رکورد گرمترین نقطه دنیا رو شکنده، انرژی خورشید خیلی زیاده، میتونیم برق اروپا رو تامین کنیم. ولی خب اینا میدونی، این الان مثلا من دارم به عنوان مثلا محقق میگم، اما اجراش توی کشوری مثل ایران نیازمند دیدن بسیاری از وجه های دیگه است. خب اینه که اون موقع مثلا کسی که جامعه شناسی محیط زیستی میخونه، جامعه شناسی اقلیمی میخونه، مثلا اون میتونه بفهمه که آیا این کار شدنیه تو ایران یا نه، با وجود مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی توی کشور. به ایناست که این روزا در کنار حالا بحثای محققین اینجور چیزا هم هستش که خیلی بحثش داغه. و راجع به ابرا صحبت کردم، حالا الان کمتر صحبت میکنم. و اینکه باز لایه باز میبینید ارتفاع ابر تا کجاست، حتی میتونه برسه، این عکس خودم گرفتم، علوم جوی میتونه برسه به جایی که شما مسیر پروازی مشخص کنید، چون هواپیما نمیتونه از هر جایی رد شه. مثلا اگر شما مسیر پروازی از سمت استوا مثلا رد میشه، بین مثلا مدار عرض جغرافیایی، مثلا بین منهای 10 درجه جنوبی تا 10 درجه شمالی، تو یک سری ارتفاعی چون داره ابر تشکیل میشه، یک سری چیزایی حالا بهش میگن هاریکین، هریکین قطعا شنیدید، همه این لغتا با هم فرق داره، هریکین، سایکلون، نه اینا، این وقتی با یه سرعت وحشتناکی این توده هوا به سمت بالا حرکت میکنه، بعضی وقتا سرعته به 100 کیلومتر بر ساعت میرسه و هواپیما رو میتونه مچاله کنه. خب طبعا هواپیما نباید از اون منطقه رد شه دیگه، باز یه نیازمند پیشبینی صحیحه و اینکه تو چه ارتفاعی باشه.
من که 100% این گرش رو، این گرشی الان هستم که 100% انتخاب میکنم. هزار بار دیگه هم برگردم این گرش رو انتخاب میکنم. ولی حالا میگم دقیقش رو. بله من الان من اسلایدام تموم شد. اگر بچه ها میخوان صحبت کنن بیا آقای مجلسی شما بیاید ببینمتون، من خوشحال میشم. آقای میر عارفین اگر میخوای میکروفونتو باز کن و بگو که چی شد که من که دارم با این همه علاقه صحبت میکنم راجع به این رشته، چی شد که تو این بزنه رسید که این از من بپرسی؟ واسه جالب بدونم. اگر صحبت کنی بهتره، من بیشتر خوشحال میشم تا اینکه تایپ کنی. آه اوکی، در رابطه با این اسلایدهای آخر که داشتم راجع به آب، محیط زیست و علوم جوی صحبت میکردم، منظورته یا نه راجع به کل رشته عمرانه؟ ببین من الان اگه برمیگشتم شاید خودم، ببین آخه من رسیدم به یه، من رسیدم به چیزی بهش میگن اتمسفریک ساینسز، شاید میرفتم مثلا هوافضا میخوندم، خب اما نمیدونم هوافضا میخوندم به اینجا میرسیدم یا نه. خب من خیلی، ببین بچه ها یه بحثی هست، من اینو چون حالا نمیدونم میدونید یا نه، من توی مدرسه مفید پایین 4-5 سال ریاضی درس دادم و قبل اینکه بیام اینجا، و 2 سالم مشاور بودم، مشاور این معلم راهنمای پایه دهم بودم، یه سالم تقریبا یه سالم معلم راهنمای بودم. این بحث رو مثلا اگر برگردی این کار رو انجام میدید یا نه، میخوام بگم همیشه ای کاس ها وجود داره. من ایتاش نمیدونم مثلا 5 سال باید چه باشه، مثلا همیشه یک چیز ایدئال جناب مجلس خودتون باز اگه میشه. آره میوت، مرسی. میگم بچه همیشه یه چیز خیلی 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 ایدئال وجود داره که من بگم مثلا پرفکت ترین مسیری که وجود داره چیه. خب من میخوام بهتون بگم، بذار خیالتون راحت کنه بچه، مسیر پرفکت به نظر من، نمیگم وجود نداره، نمیخوام اینو بگم، مسیر پرفکت مسیریه که شما توش جستجوگر باشید. خب یعنی ببینید خیلی از آدم ها هستن که مثلا مکانیک شروع میکنن بعد میرن هوافضا. مثلا من عمران شروع کردم، رسیدم به جایی که با آدمایی توی تیمم که مثلا فیزیک محض خوندن و هوافضا خوندن. خب ولی چرا مثلا من چون علاقه زیادی به ریاضیات داشتم، مثلا من از یک زاویه دیگه تو این گروه حضور دارم، ولی دارم چیز مشترک کار میکنم. خب به این میخوام بگم بستگی داره شما چه مدل آدمی هستید. یعنی میخوام بگم این رشته نیستش که شما رو موفق میکنه لزوما. خب اون خودتونید. این رشته مثلا عصای موسی نیستش که بزنید مثلا موفقیت ها باز شه دیگه. خب بزنید رودخونه سختی ها مثلا شکاف بخوره و شما از یک مسیر گل و بلبل مثلا رد شید و برسید مثلا به آرزوهاتون. خب این نگاه خیلی فانتزیه، ولی واقعا اگر یکم فکر کنیم میبینیم خیلی از ما واقعا داریمش موقع انتخاب هامون. خب که مثلا من انتخاب بکنم دیگه، آقا اصلا حافظم میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. اصلا طبیعه، شما ممکنه همین کنکور چقدر باید کلی درس میخوندید که قطعا من مطمئنم هیچ ربطی به هیچ چیز بعدهای شما نخواهد داشت. خب سلام چطوری بوریا جان؟ ادامه بدید. من چجوری میتونم لغو کنم این چیزی که شیر کردم و صفحه‌مو؟ ببین باید مینیمایزش کنی، بچه ها میتونن مینیمایزش کنن. آه الان بهتر شد بسه من خوش. من آره من داشتم الان راجع به این با بچه صحبت میکردم که
گوش میگردم. چیز ایدئال کلا این دنیا این شکلیه. خب اینجوری نیستش که مثلا ما میگم مثلا رشته که انتخاب میکنیم عصای موساست، بزنیم در رودخانه مشکلات باشه و یک مسیر کاملا گل و بلبل رچیم بریم جدا. نه شما الان دبیرستان معلمای خیلی خوبی داشتید، حالا نه از 10 تا معلم 8 خیلی خوب بود، درساشو میفهمیدید، میگفت ای بچه آدم باحالیه. حرف شما میفهمم، حالا حرف میزنم میفهمم چی میگه. میرید دانشگاه واقعا از 10 تا استادش باید یک استاد شاید، من میگم از همه استادای کارشناسی من 2-3 نفر میتونم بگم. خب تازه من دانشگاه تهران بودم. میخوام بگم اون خود شما که اون مسیر موفقیت رو رقم میزنید، خب رشته به خصوص رشته لیسانس نیست، ولی میتونم راجع به عمران بگم این رو که توی عمران شما سخت میتونید چیزی رو دوست نداشته باشید. واقعا این نظر منه. یعنی مثلا تو برق، آها برق دیگه، برق الکترونیک مثلا قدرت و کنترل، یکی دیگه هم داره که حالا مکاترونیک با مکانیک و اینا یکم قاطی میشه. ببین دیگه از این سه چهار تا خارج نیست، درسته اینا هر کدوم کلی شاخه میشن بدنا، ولی عمران همین سه جای این سه چهار تا عمران الان شمردیم نزدیک 10-11 تا شدن. خب و داره بحثا یه سریشون هم خیلی داغ میشه. خب من واسه من ببین منم خودم مثلا یک دو سال اول تو عمران تو خیلی اصلا خورد تو زبان، گفتم سازه که من فکر میکردم این نبود. رفتم دیدم همه جدول میگیرن دستشون، همش آیین‌نامه وا میکنن. گفتم خب ما کجا ما فکر میکنیم، همش که معلومه، زمین معلومه، آیین‌نامه هم وا میکنیم معلومه. خب من کجا به من ترکیبیات دوست داشتم فکر کنم، ایده بزنم، میدونی اینجور چیزا تو ذهنم بود. تو عمران یه مکانیک سیالات پیدا کردم اینجوری بود، یه سری درسه ریاضی پایه پیدا کردم، این خورد تو ذوقم. رفتم جلو یه دفعه یه استاد یه درس اختیاری برداشتم، مهندسی محیط زیست ترم چند، 7، یعنی داشت تموم میشد دیگه، عمران داشت تموم میشد و من میخواستم با خیلی قلبی خوش دلی آرام عمران خدافظی کنم و واقعا داشتم فکر میکردم به رشته های دیگه و مثلا بچه ها میرن MBA اینجور چیزا. یه دفعه محیط زیست رو دیدم، این استادم گفتم که چرا ما هیچ درسی نداشتیم، گفت ببین این یه ایمیجینگ فیلد، این یه فیلدیه که داره گسترش پیدا میکنه تو دنیا، تازه داغ شده، خیلی از دانشکده های عمران در تمام دنیا دارن اسمشون رو عوض میکنن، دارن میشن مثلا مهندسی عمران و محیط زیست، تازه محیط زیست رو تازه دارن به اسم دانشکده دارن اضافه میکنن، تا درس اضافه شه طول میکشه. خیلی هم ریاضیات داره، خیلی مدلینگ داره، خیلی فضای جدید داره، یه مشکل واقعا حل میکنه، مشکل از بشریت داره حل میکنه. آشنا شدم با این قضیه به جهت اخلاقی، دیدم مثلا شما اسلامی، دیدگاه اسلامی، رساله حقوق امام سجاد رو باز کنید، اونا که مثلا خیلی مسلمانید، اگر هم خیلی مسلمان نیستید بازم اخلاقی این چیزی که دارم میگم، واسه تو رساله حقوق امام سجاد علاوه بر حقوق مثلا پدر مادر دوستان آشنایان حالا انسان‌های دیگه، علاوه بر حقوق اونها حقوق رودخونه وجود داره. من باورتون میشه یا نه، حقوق رودخونه رو نوشته، حقوق درخت رو نوشته، حقوق اصلا حقوق یه چیزایی نوشته من تا حالا اصلا فکر نمی‌کرد، حقوق حیوانات رو نوشته. یا هم مثلا شما حق دارید مثلا گوسفند رو دارید ذبح می‌کنید، مثلا ما چجوری بعد اصلا چیکار باید کرد، باید جلو گوسفندان دیگه این کارو کرد، اصلا ببین تو چه اسکیلی حق درخت 1400 سال پیش. من شخصا این رشته رو از این جهت خیلی دوست دارم، چون واقعا نه تنها از انسان‌های همکنون یک گرهی میخواد واکنه، ببین تلاشش اینه، نیتش اینه، بلکه از انسان‌های شاید 1000 سال بعد داره به اونها فکر میکنه، نه تنها انسانو بلکه محیط زیستی که ما داریم توش زندگی میکنیم. این اپروش من به این مسیر خود من بود. حالا اگه باش سوال خواستی بود ببین پوری راجب حالا این مسئله که الان گفتی، یه سری دوستان توی حالا جلسات قبلی هم میپرسیدن که هم مثلا نسبت رشته شما مثلا با مرز علم، این که مثلا حالا مرزهای علم
تو رشته شما کجاست، آیا رشته شما اونجا وامیسته یا نه، ما مثلا چقدر نوآوری میتونیم داشته باشیم. ببین بچه، حالا مسئله که هستش، نمیدونم یادتون هست یا نه، صحبت های جلسه فکر میکنم مکانیک بود دکتر هادیان که میگفتن که علوم کلاسیک واقعا دیگه تمام شده دیگه، رسیدن به اونجایی که باید میرسیدن. و خب حالا الان باید بریم تو حوزه های جدیدتر، هوش مصنوعی، حالا ترفیقش، یعنی بحثه میان رشته پیش میاد. میخوام بهتون میگم واقعا خیلی جالبه و اینو این جلسه براتون خیلی باید اهمیتش بالا باشه، از این جهت که واقعا چجوری میشه به عمران اینجوری نگاه کرد. یعنی میخوام بگم که الان اگه تو ذهنتون هست که نوآوری کجای درس خوندنه، کجای لیسانس، ما پس اصلا به قول پوریا یه سری آرنامه رو فقط باید باز کنیم، صرف تازه امتحان هم اوپن بوک فرمولا رو یه صفحه آچار میبری به خود از اونها امتحان میدی. خب پس انسان، یعنی ما کجاییم توی هم؟ میخوام بگم الان رشته ها، حالا پوریا گفت که اصلا در مهندسی عمران میشه عمران و محیط زیست، رشته ها دارن میرن به این سمت که هم بین رشته ای تر ارتباط ها بیشتر بشه و همین که واقعا تلفیق بشه با علوم انسانی و علوم اجتماعی. و اینا چیزیه که درد از جامعه دوا بکنی، یعنی جوامع رو به جلوتر ببره. یعنی واقعا حالا کسی که مثلا سپه حالا میپرسه که ارتباط کنون با ساختمون سازی، واقعا این چیزیه که مثلا خب آره کلاسیکش اینه که میرن عمران میخونن که مثلا بعد حالا برن ساختمون بسازن، ولی واقعا اون چیزی که رو به جلوه و اون چیزی که واقعا تو مرز علم وامیسته الان این حوزه هاست. یعنی شما اگر هم مثلا وارد یه رشته کلاسیکی بشید، مثلا من خیلی دیشب دنبال این بودم که مثلا به رشته مهندسی صنایع که من به پوریا به شهاب گفتم بیاد، شهاب شهیدی، مسئله که هستش مثلا اون استادی که ما سالیان سال دعوت میکردیم، ایشون مهندسی صنایع رو از دید خیلی کلاسیک و خیلی سنتی ارائه میکرد، ولی دیشب دیدید که مهندسی صنایع چقدر میتونه، حالا تو همون بحث علم داده، تو همون حالا بحثای دیگه، چقدر میتونه پیشرفته باشه و تو حوزه های بسیار جلوتر و به قول شما توی اون مرز علم وایسه. اینجوریه بچه ها، یعنی باید دنبال چیزی باشید که این انتخاب خیلی مهمه. من یه چیزی هم اضافه کنم راجع به دکتر هادیان گفتی. ببین به نظر من هیچ چیزی ته نداره واقعا. خب البته قطعا هم شما هم همه میدونی، دکتر هادیان هم از من و شما خیلی بهتر میدونه، هیچ چیزی ته نداره حتی این رشته‌های کلاسیک. ولی میدید بچه ها، این که کجا شما میرسید به اون مرزه و اون زمانه، به نظر من به قول این خارجی این it does matter. خواهی این الان مهمه. خواه بریم مثلا شما برید سمت مثلا محیط زیست، احتمالی که تو مثلا پروژه کارشناسی ارشدتون تو این مرزه باشید خیلی زیاده، بالای 90% تو هر جایی به نظرم تو نیا. ولی مثلا تو مهندسی عمران من فکر میکنم باید مثلا پوستاک، یعنی قشنگ مو سفید کنید تو این قضیه تا حالا برسید. نه اینکه مثلا میگم AI Artificial Intelligence چیزی نیستش که فقط تو دو تا رشته باشه، که تو همه رشته ها الان Artificial Intelligence اومده. مثلا تو همین سازه، من همینجا تو دانشگاه من یه پول یه پوستر دیدم یه بار راجع به این بود که مثلا میامد پول پوله رو مثلا میگه آقا پوله بعد یه وقتایی باز و بسته شه، یه اتفاقایی مثلا سازه‌ای میافتاد، خب یه سری تیرا یه سری کابلا مثلا ول میشدن، یه سری وقتا یه سری کابلا مثلا میگرفتن. این که مثلا پیشبینی کنه که چه زمانای این کابلا شلتر شن وسته شن، تو یه پروژه کارشناسی ارشد انجام شده بود. خب این تو رشته سازه است. میخوام بگم تو همون سازه هم شما اگه واقعا پیگیر باشید میتونید به قولی مرزه اون خلاقیت اون چیز جالب رو مثلا پیدا کنید. خب ولی احتمالش خیلی کمتره. خب همه چیزا احتمالیه دیگه، ما هیچ وقت قطعی حرف نمیزنیم، ما هر چیز داریم میگیم نسبیه. خب احتمال درستموندید همون مفهوم احتمال داره. آقا من دارم میگم مثلا مهندس محیط زیست، آره تو هر 100 تا پروژه واقعا 95 شش تو اون مرزه یه مشکلی و الان یه سری درگیرشن، احتمال زیاد تو داری
تو داری رو مرزه حرکت میکنی که خیلی اینجوری انگوش بدنن میدن نمیدونن باید چی کار کنن و تو هم یه حرفی میزنی و کلی هم عدم قطعیت داره حرف تو، ولی لاغر داری اونجا حرکت میکنی خب؟ و تو همون تز ارشدته یا شاید حتی تو تز مثلا لیسانستون اگر راجع بهش بگید که تز بگید، ولی و قبول هم یه چیزی هم میخواستم بگم، این که رشته عمران خیلی اینجوریه تو لیسانسش چجوریه، یعنی خیلی تو سپچار تو همون دیسپول لیسانسش میتونم بگم که خیلی کلاسیک نگاه میکنی، یعنی شما تو رشته عمران طبیعیه که برید تو لیسانس و بگید مثلا چیه همه اینا که به قول آقای مجلسی کلاسیکه خب، و ممکنه مکانیک هم همین باشه، اصلا نه فقط این دو تا رشته، اصلا تو مقطع لیسانس خیلی از رشته ها اینجوری هم چرا؟ چون شما یه بیسی نیاز داری دیگه، یه علمی نیاز داری خب، مثلا مثلا برنامه نویسی نیست، همون برنامه نویسی هم برید میبینید کلی درسای حوصله سربر به درد نخور میخونید، مثلا کلی از سخت، مثلا طرف دوست داره کد بزنه مثلا طراحی وب انجام بده، کار جالب انجام بده، یا بره با یه رشته الکترونیکی اقدام بشه، مثلا یه رشته سخت افزاری میدن بهش که اصلا طرف نمیتونه یه لحظه تو اون کلاس دووم بیاره، با ساده هم دیدگاه به قول آقای مجلسی خیلی کلاسیک دارم به قضیه، نه تو باید حتما اینا رو بدونی، با اینکه نه نیاز نداره بدونه طرف، واقعا یه سری ها رو یه سری واقعا نیاز دارید بدونید، یه سری نه. میخوام بگم فکر نکنید، الان باز دوباره تاکید کنم که لیسانس خیلی کلاسیکه به خصوص تو ایران، نه تنها تو ایران بلکه خیلی دانشگاهی دیگه تو تمام دنیا، حتی من اینجا هم فکر میکردم اینجا عمرانش مثلا سازه زیاد نداره، اومدم دیدم چقدر اینجا هم سازه داره بابا، یعنی اینا عمرانی که اینجا عوض کردن نوشتن سیویل انجینیرینگ اند جیوساینسز، بازم کلی سیویل انجینیرینگی که مثلا استراکچرال انجینیرینگ دارن خب، بازم 50% لیسانسشون از 10 تا گرایش عمران با 50% فقط استراکچرال انجینیرینگ، اینا برای آروم آروم عوض میکنن، تو ایران داره آروم آروم مثلا این ترانزیشن تغییر فاز داره انجام میشه، ولی باز میگم نخوره تو جفتتون، الان همه این 14 نفر عزیز به غیر از الان 2 نفر 12 نفر عزیز یا نه شد یا 3 نفر عزیزی که اینجا دیگه نگونه میرید دیسانس بگید چقدر خوبه، چقدر مثلا ما داریم رو مرز علم حرکت میکنیم، مثلا الان تو مگه الان راحت بودم با تو یا زنده، مثلا تو مگه الان چی میدونی که مثلا بیشتر بری رو مرز، تو اول باید یه چیزی بدونی که بری رو مرز، آقا هر کی مثلا شروع میکنه میفهمه توپ یعنی چی، استوک ورزشی یعنی چی، یعنی چی، نمیره با کریستیانو رونالدو وایس فوتبال بازی کنه، از اول شوتاش همه کارت نمیگیره بره تو چارچوب، اون اول بهش میگم بیا وایسا، اول نمیخواد اصلا استوک پات کنه، بیا یکم ببین زمین چه، ببین اینجا نقطه کورنر این دروازه است تو باید بزنی بره تو این دروازه، اون ریاضی ریاضی دو دانشگاه تو میکنی یعنی همون، آقا این دروازه زمین اینقدر، یه زمین های فوتبال یه زمین های فوتسال تو همان مثلا باید تکس بدی این کار رو در این حد لیسانس اینه، آروم آروم توی PhD دکترا میرسی به اینکه بتونی فرصت بده کنی با مثلا کریستیانو رونالدو تو اون فیت حالا صحبت هم کنی، ببینی مثلا خب یکم صحبت کنی ببینی، بعد حالا شاید اگر اونا از تو خوششون بیاد باهاشون وارد همکاری شو، خب من میخوام بگم همش زمان مناسب، مثلا اپلای واقعا زمان مناسب نیاز داره، انقدر آدمایی بهتر از آدمایی که قبول میشن هست ولی تو اون زمان مناسب نیستن، خب اون زمان مناسب، آدم مناسب، مکان مناسب میخواد که تو اون لحظه مثلا تو پیدا کن پیداش اون آدم، و به هزار تا هزار یک عامل وجود داره، ولی بخوام به قولی خلاصه کنم مهم خودتونید، تو همون لیسانس هم خودت باید جستجوگر باشی، برو یوتیوب رو با کن، یوتیوب یه دانشگاه، رئیس دانشگاه ما پارسال تو یه فیلم برگشت گفتش که اصلا من تعجب میکنم چرا یه سری از آدما میان تو دانشگاه، یوتیوب الان بزرگترین دانشگاه تو دنیاست و مجانی هم هست، چون میری هر چیزی میخوای میتونی تو یوتیوب پیدا کنی، سرچ کنی، یاد بگیری، تجربه. الان من هم همینجوریه، من هم تو رشتم کلاس نمیرم، خیلی چیزا رو کلاس، من الان کلی مثلا آقای مدرسی گفت مدیریت دیتا ساینس،
من کلی کار دیتا ساینس کردم تو تز اشنا، هیچ کدوم یه جلسم کلاس نرفتم، کلی فیلم از یوتیوب دیدم، کلی فیلم. اصلا استادم تعجب کرده بود تو چجوری اینا رو یاد گرفتی؟ گفتم یوتیوب. همه رو یوتیوب یاد گرفتم، کداشو زده بودم. میخوام بگم مهم شما جستجوگری شماست، هیچ کس دانشگاه به شما چیزی چرا یکم یاد میده، به شما تو دانشگاه بیشتر جهت میدن یاد نمیدن. تو توی دبیرستان به شما یاد میدن، معلم یاد میگه لگاریتم ایکس به اضافه لگاریتم وای میشه لگاریتم ایکس وای، ببین یاد میده. تو دانشگاه میاد میگه بچه تو ریاضی یه چیزی هست به اسم تابع نمایی، بعد خودت بری ببینی تابع نمایی چی بوده، اصلا لگاریتم میشه معکوس اون تابع، شاید اسم لگاریتم نیاره ولی میاد تو امتحان سوال سخت لگاریتم میپرسه دانشگاه. و این بعد واسه این طبیعی باشه، چرا؟ چون شما دیگه دانشجویید، به دانش آموز نشوندن میگن دانش رو بیاموز. آقا تخته داره ببین بشین بنویس امتحان بده، میپرسن ازت، مشاور میزنن، اولیا چک میکنن. دانشگاه اینجوری نیست، دانشگاه تو میری استاد رو تخته میرسه تابع نمایی، یکی از اون چیزهایی که در این مثلا درس بهش پرداخته خواهد شد نمیپردازه، تو امتحان هم لگاریتم اینه که تابع منفوس اونو دارم میگم که حس بهتون بدم بفهمید که دانشگاه شما دانش رو باید بجویید، بخاطر اینکه اسمتون دانشجوه. خب و هر چقدر میرید جلوتر هر چیز میگه هر چیز که در جستن آنی واقعا هم همین، یعنی یه سری بچه‌ها تو دانشگاه گم میکنن اصلا فضا رو، اصلا نمیدونن چه خبره، آخر سرم اصلا نفهمیدن چه جوری 4 سال لیسانس گذشت. چرا؟ چون فشار اولیا یه دفعه ازت برداشته میشه، یه دفعه حس میکنید که آزاد شدید و میشه درس نخون مثلا طرف نشه بدونید داره چیکار. من نمیگم درس بخونید، من اصلا نمیگم درس بخونید، من میگم بدونید که داره چیکار میکنید، فکر کنید، نظر روزا همینجوری لچ بذاره. به نظرم این 18 تا 22 تا 18 تا 30 واقعا گل سن هر انسانیه، واقعا به نظر من گله. نه اون جایی که گل داره قنچه میکنه این چقدر خوشگله، بوی خوبی میده، چقدر اون به قدر همین حافظ میگه دیگه، میگه گل عزیز است، غنیمت شما بود است که به باغ آمد از این باغ از آن خواهد شد، یعنی میره این گله میره، مثل عمر آدمه، عمر عزیز است، این عمره میره، عمره طی میشه. به نظر من از این لحظه ها استفاده کنید و از دستش ندید، بدونید داره چی کار میکنید. میخواید عمران میکنید، مکانیک بخونید، کامپیوتر بخونید، میخواید بخونید بخونید، ولی بدونید که دارید چی کار میکنید. میخواید نخونید نخونید، ولی باز بدونید نمیخواید بخونید، مشورت کنید، صحبت کنید با آدم ها، تصمیم بگیرید، محکم برید بلو و ادامه بدید. خیلی هم عالی، جلسه‌مون طولانی شد. دوستان اگه حالا سوالی دارن که تا الان تایپ میکردم، اگه نه که دیگه خیلی زحمت ندیم. جلسه هم داشتی پوریا جان؟ عجله ای 3 دقیقه قبل از جلسه رسیدی خونه، خیلی زحمت میدونم دیر نمیرسیدم، حواسم بود، مطمئن بودم که اگه سر ساعت 9 شروع نکنی قطعا تصادف کردی، یعنی مشکلی برای پیش اومده که نتونستی سر وقت شروع کنی. خیلی هم عالی ها پوریا، لطف کردید دوستان، خیلی خوشحال شدم دیدم، مخلصیم، چکرین، شبتون بخیر و خوبم بود که بودم اینجا. بعد ساعت 3 جلسه بعدی، یا علی بله.